شیوخ روی اهل تسنن به خصوص وحابی ها در چند دهه اخیر همبار تبرک جستن از حرم اولیا و بزرگان دینی را شکل دانستند. این در حالی است که مفتی اعظم مصر با انتشار فتوایی اعلام کرد که تبرک جستن از حرم اولیا و بزرگان دینی جایز است و برخلاف نظر سلفی ها شرک به خدا نیست. همکارم علی اکبری گزارش می دهد. شوقی علام مفتی اعظم مصر با انتشار فتفای اعلام کرد که تبرک جستن از حرم ها هیچ اشکالی ندارد و این مسئله آنگونه که سلفی ها یا دیگران ادعا می کنن شرک به خدا نیست وی که در شبکه صدای البلد مصر سخن می گفت با بیان اینکه می توانیم قبور را زیارت کنیم و زریح بخشی از آن است تاکید کرد که زیارت زریح ها مستحب است گفتنی است شبههای که امروز در بین وهابیون رواج دارد از سوی شخصی به نام ابن تیمیه ایجاد شده است ابن تیمیه علاوه بر حرام و شرک دانستن زیارت قبور پیانبر صلی الله علیه و آله و اولیای الهی حتی بار سفر بستن جهت زیارت قبر نبی گرامی اسلام را نیز جایز نمیداند اما از نظر علمای شیعه وقتی به قرآن و سیره اهل بیت علیه السلام نگاه می کنیم نقطه مقابل این موضوع یعنی مستحب بودن زیارت را در و همگان با این امر موافق هستند به عنوان نمونه در آیه 84 سوره توبه خدای متعال وقتی پیامبرش را از ایستادن بر قبور و استغفار برای منافقان و مشتکان نه می کند مفهوم این آیه چنین است که توقف بر قبور غیر منافق یعنی مؤمنان کار پسندیده و مورد تایید شارع است